برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مسابقات قرآنی گروهی در صحن مطهر حرم امام حسین علیه السلام در 10 بخش آغاز شد. در همین راستا جهاد الاسدی مدیر برگزاری این مسابقات ضمن اعلام این خبر گفت با هدف بهره برداری بیشتر از فضای معنوی ماه مبارک رمضان و فرهنگسازی قرآنی به برگزاری این مسابقات اقدام ورزیدیم. مرکز اهل بیت علیهم السلام از مراکز شیعی و مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در کشور ماداگاسکار از برگزاری مجلس روزه امام حسین علیه السلام در این کشور خبر داد. گفتنی است این مجلس اعضای حسینی در شهر مهاجنگا و زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد رضی وسرام وکیل آیت الله العظمی شیرازی در ماداگاسکار برگزار شد. سجاد الکربلایی مدیر مدرسه حسینی کانادا از جذب کودکان از طریق برنامه‌های آموزشی قرآنی در این مدرسه خبر داد. وی در ادامه افزود ده‌ها دانش آموز کودک و نوجوان در این برنامه قرآنی در طول ماه مبارک رمضان شرکت می‌کنند و ضمن یادگیری قرآن برخی دروس عقایدی را نیز فرا می‌گیرند. یک جوان افغانستانی به نام وزیر خان با هدف آموزش رایگان کودکان محروم و نیازمند ابتکار عملی را در شهر کابل پایتخت افغانستان آغاز کرده و در آن با همکاری چندین تن از دوستانش مدرسه ای را در فضای باز ایجاد کرده و به کودکان خواندن و نوشتن یاد می دهد. هدف این جوان افغانستانی مقابله با اقدام گروه طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش و تحصیل کودکان است. در واقع او با این کار می‌خواهد مخالفت خود با این اقدام طالبان را نشان داده و به گوش جهانیان برساند. دادگاه میروت هند 39 متهم را در ناآرامی‌های جمعی که در مالیانا رخ داد و در آن 72 مسلمان کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند تبرئه کرد. 40 نفر از متهمان قتل عام مسلمانان در سال 1987 در ایالت اوتارپرادش در طول محاکمه فوت نمودند. در سال 1987 یک روز پس از حادثه مالیانا کشتار هاشمپورا رخ داد که در آن 42 مسلمان به ضرب گلوله نیروهای پلیس اوتارپرادش کشته شدند. در پیوند به این حادثه 16 پلیس توسط دادگاه عالی دهلی در سال 2018 پس از 31 سال مجرم شناخته شدند.